خب عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. باز هم با روایت نو در خدمت شما هستم. فراد متقی هستم و یک روایت داغ و آتشین برای شما آوردم. یه روایتی که واقعا باید به نگاه نو بهش نگاه کرد و اون روایت هم چیزی نیست جز نفوذ اسرائیل در ارکان اصلی قدرت در داخل جمهوری اسلامی که اتفاق عجیب و غریبی بعضن دیدیم. اسناد و مدارکی به انبوه به صورت فیزیکی از کشور خارج شده. نیروی قدس رو میگیرن در داخل تهران بازجویی میکنن، فیلمش رو پخش میکنن. خیلی عجیب و غریبه، یعنی اصلا عجیب و غریب نیست حتی در بیت رهبری هم نفوذ داشته باشن. اهدافی هم که الان مشخص کردن که یکی از اونها اتفاقا همون بیت رهبری هستش، هر لحظه گمان این میره که اگر بخوان کلک خامنه ای بکنن ممکنه خیلی راحت تر از اون چیزی باشه که ما فکر میکنیم، مخصوصا با رو شدن بحث اسماعیل قانی که حالا تا چه حد درست باشه که جاسوس اسرائیل بوده یا نه، تقریبا میتونم بگم کل نظام رفته رو ویبره. یعنی اگر تونسته باشن نفوذ کنن اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه بکنن جاسوس اسرائیل، دیگه کسی که قائم مقام قاسم سلیمانی بوده آدم واقعا میمونه که آیا کسی هست در داخل هسته اصلی قدرت که نتونسته باشه اسرائیل روش نفوذ کنه یا نه. در این رابطه میخوام با یکی از دوستای خوب و عزیزم آقای علی مهدوی در واشنگتن صحبت کنیم، کسی که نه تنها در سالیان ابتدایی شورش 57 در داخل سیستم بوده بلکه مدت زمانی هم در وزارت اطلاعات سابق کار کرده بوده و احتمال زیاد اطلاعات بسیار خوبی میتونه به ما بده، حتی شاید شاهد نفوذی در اوایل شورش 57 در داخل سیستم هم بوده باشه. این برنامه رو به ویژه میخوام بگم از دست ندید تا انتها ببینید، هم خیلی از سوالاتون رو جواب میگیرید و هم میتونه یه پرسپکتیو و یه دیدی نسبت به آینده هم بهتون بده، چون اگر نفوذ اینقدر گسترده باشه خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم سخته شاید بسیار راحت‌تر از اون چیزی باشه که فکرشو میکنیم. با هم این برنامه رو دنبال میکنیم، امیدوارم که رضایت داشته باشید. خب عرض درود و ادب دارم خدمت دوست عزیزم آقای علی مهدوی از واشنگتن. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و به روایت نو اومدید. درود و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان گرامی میتون. متشکرم که بنده رو تو برنامه‌تون دارین. آقای مهدوی، میدونم که مدت زمان زیادی شما تحقیقات انجام دادید در راستای تجربیاتی که در سالهای ابتدایی شورش 57 در داخل سیستم داشت. حتی مدت زمانی هم در وزارت اطلاعات سابقه کار دارید. آیا این نفوذ رو از همون زمان شاهد بودید شما؟ آیا شک و شبهه دارید که اصلا این نفوذ از زمان آغاز شورش 57 انجام شده بوده؟ اجازه بدید من یه ذره برای شما و مخاطبان گرامی عمیق‌تر برم از نظر تاریخی این بحث نفوذ رو. این اندیشه‌ای که در سال 57 منجر به این شد انقلاب اسلامی رخ داد در واقع تکرار تاریخ بود. در مقطعی از تاریخ امپراتوری عثمانی پاشو گذاشته بود بیخ در واقع خرخره اروپا و داشت اروپا رو فتح میکرد. از طرف دیگه ازبک‌های سنی در شرق ایران قدرت داشتند. اروپا به خوبی میدونست برای اینکه بتونه عثمانی رو به نوعی مهار بکنه نیاز به این داره که از پشت بتونه به اونها ضربه بزنه. در تشکیل حکومت شیعه صفویه اروپا نقش کلیدی داشت، هم با امکانات فکری و حمایت‌های فکری، هم تجهیزاتی، هم اسلحه، هم توپ، هم تفنگ. سال 57 یک پدیده نو ظهور جدیدی نبود برای اینکه بتونن مهار بکنن قدرت گیری یک کسی به نام عربستان که بشه رهبر مسلمانان جهان، که اگر این مسلمانان جهان یک رهبر واحد داشته باشن اون رهبر بسیار قدرتمند میشه. برای اینکه اون رو دندون اون رهبری رو بکشن از اونها اومدن سال 57 رو رقم زدن. برای همین بود که از روز اول به خمینی گفتن رهبر مسلمانان جهان. در زمان شاه عباس وقتی شاه عباس تصمیم گرفت به دلیل همین فشارهای عثمانی و اهداف دیگه اقتصادی رابطهش با اروپا توسعه بده، شما میبینید قبل از این که برادران شرلی رو انگلیس بفرسته به ایران که اومدن اون قرارداد اقتصادی رو امضا کردن، یک کسی به ایران میاد به نام مقصود علی مجلس آرا از هند که از صوفیای هند بوده و میاد این آقا در ایران به بحث به صوفیای ایران بسیار نزدیک میشه که من
در ادامه صحبتم عرض میکنم که حضور این مقصود علی مجلس آرا چه نتایجی به بار آورد برای همین تفکر شیعه صفوی. بعد شما میبینید که تو این مسیر برادران شلی بر اساس اطلاعات و آماری که این آقا مقصود علی براشون تهیه کرده بوده میان تو ایران، وارد ایران میشن و برنامه‌شون رو روی اون مبنا در واقع قرار میدن. دو پیمان بوستان و گلستان ما داریم که حالا فوششو میخورن حاکمان اون موقع، اما برگردیم ببینیم نقش انگلیس در این جنگ ها چی بوده. آقا این جنگ ها سر فتوایی شروع شده که آخوندهای فتوا دادن که آدم انگلیس بودن. بعد شما ببینید در امضای این قرارداد به اصطلاح گلستان و ترکمنچای انگلیس نقش میانجی بین ایران و روس رو بازی میکنه. بحث نفوذ عمیق‌تر از اینه که حالا به هر حال بعدش هم که خب شما میدونید که فرانسه وارد بازی میشه در سال 1116 قمری، قراردادی رو در 31 ماده با حاکمان صفوی امضا میکند. میبینید آقای متقی، بحث نفوذ بحثی است عمیق‌تر از این که ما فکر بکنیم. به ویژه عنصر مذهب وقتی وارد یک کاری میشه، شما میبینید که این نفوذ در واقع عمیق میشه و میره جلو. حالا من اجازه بدین اینجا رو فقط خیلی گذرام میگذرم از این قضایا. همون آقای مقصود علی مجلس آرا وقتی میاد ایران دو تا بعد پسر داشته، پسرش محمد تقیه. اون وقت این آقای مجلس آرا طوری میشه که وقتی دستش رو میشه مجبور میشه از ایران فرار بکنه، لو میره ماجراش ارتباطش با انگلیس ها. پسرش محمد تقیه علامه مجلسی میمونه در ایران و این آقای علامه مجلسی که کتاب بهارالانوار بزرگترین منبع فقهی شیعه است، علمای شیعه است، طی عمر کوتاهی که داشته هزار سال بعد از میان رفتن به اصطلاح امام علی 2000 حدیث رو به نگارش در میاره در 110 کتابش بهارالانوار. برای همین بعد میبینید که وقتی که اشرف افغان به اینان حمله میکنه، شاه سلطان حسین میشینه و با همین آقای علامه مجلسی میگه آقا بشین، جعفر جنی میاد کمکت میکنه. و بحث نفوذ کلمه بسیار بسیار عمیقیه وقتی برمیگرده به بحث ایران و مذهب در مباز بفهم. نه خواهش بکنم، این خیلی جالب بود برای من که علامه مجلسی که اینقدر خیلی برای حالا حتی روحانیون شیعه قداست داره، من نمیدونستم که پدرش عامل انگلیس بوده و متواریش یعنی کاملا روی هم هست. خیلی ایشون اصلا میپرستن، 110 جلد کتاب نمیشه که نصف بیشترش خوزعبلاته، یعنی خودشون وقتی میبینن که یه سری مواردی داخلش هست که اینقدر خنددار و کودکانه یا بعضش اینقدر عجیب و غریبه که میگه از قولشون میگن که ایشون گفتن فقط عمرم قد داد که اینا رو جمع کنم راست و دروغش بمونه واسه بقیه. یعنی فکر کنم طرف صبح بلند میشده هر چیزی این ورانور میدیده به اسم یکی از اماما، به اسم کسی به عنوان حدیث میورده، اینقدر که بعضی از موارد داخلش عجیب و غریبه، اصلا واقعا عجیب و غریبه، مخصوصا اون چیزایی که برمیگرده به روابط رخت خواب و اینا، اونا دیگه واقعا یه چیزای خیلی خنده‌دار و مزخرف هستش. میفهمید مطلبی؟ بله. ببینید در همون مقطع تاریخی شما میبینید همین آقا القا میکنه به سلطان که آقا کاری نکن، این جنا میان، جنا ما منتظریم، امام زمان جن کمکت میکنه. شما میبینید در قرن 21 در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی یک آخون میاد میشینه و میگه اسرائیلی ها اگر موفقن از جن ها استفاده میکنن. میبینید ریشه تفکر یک چیزه. خامنه‌ای میره اون انگشتر تسخیر کننده جن رو میپوشه و میان با افتخار عکس میگیرن از اونجا و میذارن روی منتشرش میکنن. ما در گذشته راجع به نفوذ عوامل در واقع حالا شما بگید هرچی اون مافیا که من اسمشو میبرم در انقلاب سال 57 مفصل با اسم و رسم صحبت کردیم و گفتیم که اینها رو قبل از انقلاب
به خدمت میگیره این مافیا و میبره و میبره. این رو باز تکرار میکنم، در سوریه، لیبی، فلسطین، مصر آموزش میدن. من میخوام بینندگان عزیز توجه داشته باشن، وقتی ما میگیم آموزش، فقط آموزش شلیک با کلاشنکوف نیست، اینا آموزش ایدئولوژیک میبینن، آموزش سازماندهی دیدن اونجا. برای همین بلافاصله بعد از سال 57 شما میبینید اینا میان سازمان میدن، برنامه ریزی میکنن و 8 سال جنگ رو به این مملکت تحمیل میکنن. وجود عناصر نفوذی در دو طرف جنگ فراموش نشدنی است. در ایران علاوه بر کسایی که با خمینی در تماس بودن، وجود احمد خمینی به عنوان سرباز سینه سوخته اون مافیا و از اون برم صدام هم همینطور تو عراق هم بسیاری از همین قضایا جنگی رو تحمیل میکنن و شروع میکنن به غارت اون کشور، جنگی رو که هر موقع احتمال داشت ایران پیروز بشه لو میدادن. من در فجر مقدماتی در لشکر علی ابن ابی طالب حضور داشتم، در صحنه بودم. ما فهمیدیم که کالک عملیات، گروه شناسایی با آمبولانس میره جلو، کالکا تو آمبولانس بوده، نیروها پیاده میشن، وقتی فاصله میگیرن هلیکوپتر عراقی میشینه، کالکای عملیات از تو آمبولانس برد، نگفتن و بلبلش مقدماتی رو زدن به خط. اونایی که زنده موندن از اون عملیات که تعداد بسیار معدودی هستن میدونن عنصر نفوذ همیشه و بیچون و چرا عمیق در اون حاکمیت حضور داشته و ریشه هاشو عمیق‌تر کرده. با این تفکراتی که شما میبینید، تفکرات پر از خرافات، اینا بی جهت به اصطلاح در نمیاد. مملکت رو غارت کردن اون عناصر مافیا و پول این مملکت رو در اختیار مافیا قرار دادن و پدر اون مملکت رو در آوردن بدون هر کسی سر راه این مافیا قرار گرفت. این عناصر نفوذی، این کلمه نفوذ رو من میخوام روش تاکید بکنم، هر کسی فکر کردن سر راه اینا قرار گرفت. از عراق این حرفا ممکنه برای بعضی از بینندگان تکراری باشه اما ارتباطش رو میخوام بگم. از عراق مصطفی خمینی مانع نفوذ بود، کشتنش. موسی صدر رو کشتن، مطهری، مفتح، بهشتی، رجایی، با هنر بگیر بیار جلو. فرغانی که خود معاون ساواک میگه توسط ساواک تشکیل شده بود و توسط بنیانگذار گروه فلق مرتضی الویری اومد مطهری رو ترور کرد، تو اتاق خمینی جلسه میذارن، تصمیم میگیرن یه کمیته ای تشکیل بدن که این کمیته بره تحقیق بکنه راجع به این ماجرا. رئیس کمیته کی بوده؟ رئیس اون کمیته تحقیقاتی همین آقای مرتضی الویری، همینه که فرقا این نفوذ دیگه چی میتونه باشه غیر از نفوذ؟ مگه برای همین هم هیچی دوش در نیمد؟ اومدن ریاست جمهوری منفجر شد. آقا مگه شناسایی نکردن عوامل انفجار رو؟ اون مگه ندیدن اون کسی که کیف و برد تو چه فاصله گذاشت، کجا گذاشت؟ بعد تشکیل پرونده شد، اومدن آقایون رو بازداشت کردن، رفتن برای خمینی عمامه زمین زدن و پرونده رو بستن. هر کسی بعد از اون اومد دست بزنه حذفش کردن. قدوسی اومد پرونده 8 شهریور رو دست بزنه، به اصطلاح ترورش کردن. کسی نگران این نبود که لاجوردی چقدر جنایت کرده. لاجوردی باید ترور میشد چون این مسئله نفوذ رو میدونست، این بخششو. جنایت هایی که کرده جای خودش، در اینکه جنایت کرده تردید نیست، اما میخوام بگم به این دلیل حذف شد. ممکنه دهنشو باز کنه لو بده. بله سوالا سرمایه گذاری شده در این زمینه. بله. حالا آقای مهتدی با توجه به این قدرتی که الان از لحاظ اطلاعاتی و از لحاظ نیرو غیر در داخل ایران دارن، فکر میکنید که با توجه به اینکه لیست یکی از جاهایی که اعلام شده، لیست تارگت ها، صدای کاغذتون خیلی میاد تو میکروفون اگر ممکنه،
با توجه میگه در داخل لیست اسم بیت رهبری گفته شده، حالا بیت رهبری ممکنه فقط یه استعاره باشه از اینکه حذف خامنه ای، به نظر شما ممکنه در داخل اون بالای بالا در بیت رهبری هم نیرو داشته باشن که اگر بخوان این اقدامو عملی کنن همزمان با حالا حمله ای که حمله احتمالی اسرائیل به مرکز نظامی غیره که عنوان شده در داخل بیت رهبری خامنه ای حذف کنن، یا اگه قبلش حذف کنن با موشک و راکت و اینا خواهد بود؟ ببینید این ماجرای نفوذ و کسانی که دارن توی اون تشکیلات کار میکنن دو بخشن دیگه، یا کسانی که دارن با این نظام کار میکنن یا اعتقادی دارن کار میکنن، خب، یا بر اساس مأموریت دارن کار میکنن. من اعتقاد دارم بسیاری از اینا که در داخل سیستم دارن کار میکنن مأموریت دارن، از اول مأموریت داشتن کشور رو به این نقطه برسونن و به اینجا هم رسوندن. و شما میبینید یک مثال بزنم از داستان حزب، شما میبینید که بعد از ماجرای به اصطلاح انقلاب یکی از کسایی که حزب میکنن کیه؟ چمران. چون چمران داستان موسی صدر رو میدونسته، برای همینه که چمران میاد اون نامه معروف رو مینویسه به خمینی. حتما شما یا بینندگانتون ملاحظه کردید که چمران با صراحت میگه، مگر به خمینی، خطاب به خمینی میگه، مگر آدم دزدی و آدم کشی دیگر جرم نیست؟ چرا خمینی دستشو میذاره تو دست کثافات؟ خب حالا این بحثه اعتقادی رو، این بحثی که شما گفتین نفوذ تا کجا رفته، ببینید قبل از انقلاب حیدر مصری میگه، من نمیگم، میگه انجمن حجتی توسط انگلیسی ها درست شد، جبهه پایداری، بعد حیدر مصری میگه، خب کسی که احمدی نژاد کنارش گذاشت، خامنه ای برش گردون، میگه انجمن حجتی تغییر فرم پیدا کرد در قالب جبهه پایداری، یک تشکلی وجود داره به نام مصباحیون، اکثر کسانی که در سپاه دارن کار میکنن و در جاهای حساس به ویژه جاهای فرهنگی نظامی وجود دارن مریدای مصباح یزدی هن، پیروان این اندیشه مصباحیون هستن، یه تشکیلاتی که از اول انگلیس بنیانشو گذاشته و بعد در قالب یک کسی مثل مصباح یزدی فرم گرفته. مگه میتونه عنصر نفوذ نباشه؟ آقای مگه تا بیغ گوش خامنه ای، تا پشت در اتاق خوابش کسی که محافظ خامنه ایه. ببینید اینها اعتقادی کار میکنن. خاطرتون هست سرتیم حفاظت ابراهیم رئیسی پدرش چی گفت؟ گفت من آقا خداحافظی کرد، گفت من دیگه شما رو نمیبینم. خیلی با زبون بیزبونی، شاید لو رفت اون موقع، اون به عنوان تقدس میخواستن یاد بکنن، اما یارو چون اینا مافیان، بیارون گفتن آقا میری دیگه هم بر نمیگردی، برو خداحافظی تو بکن. همین آقای نیل فروشان که در واقع رفت و محل نصرالله رو در واقع، چون نصرالله با ماشین نیل فروشان رفتن تو اون ساختمون، محل صفی الدین بله. یا نبخش محل حسن نصرالله، حسن نصرالله رفتن اونجا. آقای نیل فروشان شما ببینید فیلمش هست، بینندگان عزیز میتونن ببینن، شما هم میتونید نشون بدید که آقای فرمانده سپاه میگه نیل فروشان اومد گفت خب من میرم دیگه، بر نمیگردم دیگه، خداحافظ. یعنی نفوذ در بحث اعتقادی قضیه. آقا همین آقای دوز، امام جمعه دوز، مگه نگفت رفتیم سر سنگ قبرشون خونه آیت الله مصباح چشمو باز کرد؟ اینا رو لطفاً یکم عمیق‌تر از این که میگن نگاه بکنید. ببینید در صبح دوم ژانویه 2020 سرتیم محافظ قاسم سلیمانی میره زینبی زیارت، کفشش گم میشه، پوتینش گم میشه، پوتین جدیدی براش تهیه میشه که در پاشنه اون پوتین دستگاه رادیو نصب شده بوده. آقا برای سرتیم قاسم سلیمانی کی پوتین تهیه میکنه؟ نمیدونم که نار خیابون از یه دست فروش بخرن که پوتین تهیه میشه. این پوتین رادیو تو پاشنش کار گذاشته شده بوده. عصر همون روز، یعنی دوم ژانویه، قاسم سلیمانی از عراق بهش اطلاع میده
ابو مهدی مهندس که چون قاسم سلیمانی، حالا اینم بگم، میگن عنصر نفوذ آقا سردار سلیمانی. این سلیمانی هر موقع میرفته عراق امریکایی‌ها یه کد بهش میدادن، یه مثل پیجر بهش میدادن که این کد باعث میشد تو مناطقی که قاسم سلیمانی بود بمباران نمیشد. حواستون هست؟ حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش رو. ابو مهدی مهندس به قاسم سلیمانی اطلاع میده که آقا این بار امریکایی‌ها اونو ندادن، یعنی تضمینی برای حمایت تو نیست. قاسم سلیمانی زنگ میزنه به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگه آقا ممکنه امریکایی‌ها کاری بخوان بکنن ها. شمخانی بهش میگه برای اینکه خیالت راحت باشه زنگ بزن ابو مهدی مهندس بیاد فرودگاه دنبالت. نیم ساعت تا 40 دقیقه، معذرت میخوام 40 دقیقه تا یک ساعت هواپیما دور میزنه، چون ابو مهدی مهندس تو جلسه بوده با هیئت دولت، که ابو مهدی مهندس از جلسه بیاد بیرون و بیاد استقبال قاسم سلیمانی که آمریکایی‌ها نزنن قاسم سلیمانی رو. آقا اینا چی داریم میگیم؟ اینا که دارن نفوذ عمیق‌تر از اون جاییست که به اصطلاح، اینم بگم قبل از اینکه، خیلی کلیدیه، یک دقیقه قبل از اینکه قاسم سلیمانی مورد اصابت قرار بگیره، اینها رو بعدم توی تلفنش به اصطلاح بررسی در اومد، یک دقیقه قبل از اینکه قاسم سلیمانی مورد اصابت قرار بگیره یک پیام رو تلفن ایشون بوده، نوشته بوده به فارسی: به عراق خوش آمدید، امیدوارم سفر خوبی به جهنم داشته باشید. حالا دنبال اونطور نفوذ میگردین؟ بسم الله. بسیار عالی. آقای مهتوی، برگردم دوباره سوالم رو یه بار دیگه بپرسم. به نظر شما برای حذف خامنه ای از عوامل درونی هم میتونن استفاده کنن؟ یعنی فکر کنید در اونجا هم داشته باشن، یا احتمال میدید که همین صورت راکتی یا موشکی باشه حذفش؟ چون کلمه بیت رهبری تو لیست اهداف اسرائیل اومده، برای میپرسم خدمتتون. ما در برنامه‌های گذشته خاطرتون باشه، که مطمئنم اگه خاطر شما هم نباشه خاطر بینندگان عزیز هست، گفتیم اسرائیل رسما گفته آقا اگر از یک دماغ یک اسرائیل خون بیاد، نفر بعدی که ما میزنیم کیه؟ مجتبی خامنه ای. یعنی اینا در واقع بی جهت که، ببینید قبل از اینکه نصرالله رو بزنن، اسرائیل پیشنهاد میکنه، میگه ما آتش‌بس با حزب الله رو میپذیریم به شرط اینکه حزب الله در واقع عملیاتش رو متوقف بکنه. ولی حزب الله حاضر نشد، یعنی حسن نصرالله پذیرفته بود، وزیر خارجه لبنان بعدن گفت، اما ایران زیر بار نمیره و فکر میکنم که اسرائیل اگر اینو میگه، اسرائیل تا بیخ گوش اینا هست، تا پشت اتاقاشون هست. آقا قاآنی میره لبنان با صفی‌الدین قرار بوده جلسه بذارن، در جلسه شرکت نمیکنه. قبل از این ماجرا حماس متوجه نفوذ اسرائیل در سپاه قدس میشه. شما میبینید یحیی سنوار ارتباطشو با سپاه قدس قطع میکنه و از قاآنی فاصله میگیره، متوجه هستید؟ بعد نمیره ایشون تو جلسه. برحال قرآنی هم بوده سازمان اطلاعاتی لبنان با همکاری حزب الله آقای قاآنی رو بازداشت میکنن، حل اسناد کافی هم وجود داشته. اصلا علت این که به اصطلاح وزیر خارجه رفت به لبنان این بود که با هواپیمای او بتوانند قاآنی رو برگردونن. شما دنبال چی؟ دم خروس میگردین راجع به نفوذ؟ این اگه نفوذ نیست، چه دروازه ویلیست که اینا تا پشت اتاق خامنه‌ای هستن؟ مگه مدتی پیش اینها تمام اون سپاه حفاظت رو جابجا نکردن؟ چه چیزی باعث شد جابجا بکنن؟ خاطر رئیس اطلاعات سپاه که برش داشتن خاطرتون میاد؟ خامنه‌ای هیچ جا امن نیست، نه خامنه ای، برای اینکه اینها کاری کردند که هیچ کسی از لحاظ نه اعتقادی به اینا پای بنده، نه بر اساس باور. خامنه ای هیچ جا امن نیست،
هیچ جا، با صراحت میگم اینجا، هیچ جا هم امن نیست. زمانی که خامنه ای میخواست بره نماز جمعه و من دیدم این آقای شنگول و منگول حسن خمینی اومده گفته آقا عجب شجاعتی مردم به خرج دادن، همین آقایی که گفته بود نتانیاهو فکر میکنه ما شنگول و منگولیم، که شنگول و منگول نیست، این آقا گرگزاده است که داره گرگ میشه یواش یواش، اخیرا هم خیلی دستگاهی رو اینا شبانه از چین آوردن، دستگاه به اصطلاح ردیاب درون به نام شکارچی خاموش. حالا بگذره که سگا رو آوردن، از شب قبلش همه مرده بودن تو اون منطقه، و آوردن که نکنه یه موقعی بیاد بزنه. خود این دستگاه هم... این دستگاه هم آقای مهدوی ضعیف‌ترین نوع دستگاه که همه عزیزان میتونن برن سایت علی اکسپرس بخرن. حالا خیلی جالبه که انقدر کارایش پایینه که تو سایت علی اکسپرس گذاشته همه میتونن بخرن، در اون واحد میتونه فقط یه دونه پهپادو بزنه، اصلا یه سری مشخصات داره که بیشتر انگار میخواستن که اون جلوه بصری قضیه مردم فکر کنن که چقدر چیز خفنی، وگرنه چیزی که توی سایت چینی قابل خرید برای عموم مردم هست قاعدتاً چیز خیلی خاصی در زمینه دفاعی نمیتونه باشه که دولت مردان بیان ازش استفاده کنن، چه برسه که حالا یه شخصی از خودش رو رهبر مسلمانان جهان میدونه. اونم خیلی اتفاقا سوال برانگیز بوده با توجه به اینکه لینک خریدش هم میشه اومده بیرون که هم میتونن تهیه کنن. فکر کنم برای اینکه بتونه بزنن پهپادو باید ارتفاع پایین داشته باشن، زیر 1500 متر باید ارتفاع داشته باشن و مسائل عجیب و غریب داخلش بوده. آقای مهدوی، یه نقشه‌ای چند روز پیش اومد بیرون از این زاغ مهمات هایی که سپاه در دل کوه داره، خود اون هم به دست آوردنش به نظر من نفوذ بسیار بالایی میخواد، چون اینا جایی نیستش که به این راحتی بشه دسترسی پیدا کرد. یعنی من حالا اصلاح کنم شما، من فکر میکنم اینکه بخوان جایی خرابکاری بزرگی انجام بدن یا کار خاصی انجام بدن اطلاعاتی بگیرن بسیار راحت‌تر تا داشتن نقشه این زاغ مهماتو، چون یه افراد محدودی فقط اینا رو دسترسی دارن که بتونن کپی بگیرن یا عکس برداری کنن. بر اساس اطلاعاتی که دارن اینها، مثلا برای زاغهای موشک سپاه در خرم آباد، نزدیک خرم آباد فیلم تهیه کردن، یعنی دوربین میره میچرخه میگه اینجا ورودی پشتشه، اینجا انبار سوخته، اینجا، یعنی با تمام جزئیات. آقا وقتی یارو میتونن کفش بابا رو ببرن و کفشی بهش بدن که تو پاشنش ردیاب هست، شما اصلا این چیز مهمی نیست که. بعدم نکته ای رو که مردم ما میدونن و باید بدونن، ولی ما چون بیرون نشستیم، از بیرون شما دیدید یه نقاش وقتی نقاشی میکنه میره عقب نگاه میکنه ایراداشو میگیره برمیگرده تو، ما بیرون نشستیم و خوشبختانه به دلیل اینکه ارتباطا اونم قطع نشده کاملا میدونیم کسی در درون اون سیستم نیست که اولا اعتقادی با اینا هنوز داره ادامه میده کار میده. اونا که اصلا یا بر اساس ماموریتن یا بر اساس منافع، شق سومی نداره اصلا. امکان اینکه تصور بکنید اعتقادی کسی با اینا وایساده نیست، برای اینکه دار اینا دارن میبینن، اونا هم در داخل هم. آقا به شما به سازمان اطلاعاتی و سازمان نظامی میگه برو پول در بیار، ما اینجا ایرادایی که میگیریم از امریکایی‌ها سیاست مدارشون، میگیم آقا کمپانی ها دارن سیاست مدارا رو کنترل میکنن و این شرایط رو بد کرده برای امریکا، این چهره بدی از امریکا ساخته. شما حالا همون سیاست مدار رو، همون دستگاه اطلاعاتی تو، همون دستگاه نظامی تو میگیم آقا برو پول در بیار. پول در بیار یعنی چی؟ یعنی یارو میره مثلا فرض کن پیجر بگیره، حالا پیجرهای میگیره که بتونه اون دستکاری ها توش انجام بشه، میره خرید بکنه، میره میزی رو میخره که ببرن تو مرکز هست، تو مرکز هسته ای میز میره نصب میشه و میز منفجر میشه بعد از چند سال. بله، اصلا احتیاج نیست سپاه و اسرائیل بگیم نفوذ. آقا یارو گفت که میگن یکی دید به اصطلاح شیطان رو، یه عالمه تناب داد که این مال کیه، این مال کیه، این مال کیه،
گفت این مال فلانیه، این مال مثلا فرهاد متقی آدم خوبیه، تناب کلوفت اینا. بعد گفت خب نهایتاً مال ما چجوری میخواید ما رو تور؟ گفت بابا تو که داری با من میای، تو با منی. اسرائیل نتیجه نیست نفوذ بکنه که اینا هستن. ضمن اینکه اون بخش مافیا و سربازای مافیا در درون حاکمیت یادمون نره، هستن. ما اسم و رسم گفتیم از اینا، هنوز دستن در کارن. همین آقای پزشکیان که اومده الان کیا دورو برشن دوباره؟ همون آدم ها. همون آدم ها قدیم. بله دقیقا، دقیقا همین حالت. آقای مهتوی، یه لیستی اومده بیرون که این لیسته تسلیحات هسته‌ای رو داره، نظامی رو داره، پایگاه موشکی رو داره، کارخانه های تولید تسلیحات رو داره، سیستم های دفاع هوایی همون پدافند رو داره، سایت های فرماندهی سپاه رو داره و یه چیزی هم تحلیل اضافه کردن، ترور فرماندهان ارشد. خود این لیسته چقدر میتونه انتشارش فقط تأثیر بذاره توی بین اون آدمایی که به هر حال هنوز داخل سیستمن؟ و با توجه به این چیزی که شما گفتید، منم قبول دارم که بحث اعتقاد و ایدئولوژی و بحث مذهبی نیست و خیلی بیشتر بحث منافع است، چقدر باعث میشه خود انتشار این لیست که این آدما احساس کنن بین زنده موندن و چند ما بیشتر پول درآوردن، بهتر زنده موندن رو انتخاب کنن؟ دقیقاً. به هر حال یک کنترل جهانی بر واکنش‌ها هست. اولا کسانی که من دوست دارم یه روزی وقت داشته باشم، امیدوارم بعد از اینکه جمهوری اسلامی نباشه، چون من آرزوم اینه که برم کار پژوهشی بکنم، چرا که برای تکرار جلوگیری از تکرار تاریخ باید آگاهی بره بالا. کسانی ببینید کیا ترور شدن. هفته تیر آقای کسایی که قرار نبوده ترور بشن از جلسه اومدن بیرون. هفته تیر اونهایی که نباید، یعنی اونهایی که میان خیلی سینه سپر میکنن و اینجوری را میرن وسط خیابون، بدونید اینا خیالشون راحته که اینا تارگت نیستن. اونهایی هم که میتونن تارگت باشن ممکنه تاریخ مصرفشون گذشته باشه. ضمن اینکه ارتباط نظامی و استراتژیک بین امریکا و اسرائیل فراموش نشه. شما ببینید امریکایی اومدن اعلام هم کردن، مخفی هم نکردن، گفتن آقا ما یه سری اهدافی رو اگر نزنی ما به تو پاداش میدیم. خب به هر حال نفوذ امریکا هم که اشتراب ناپذیره. امروز که دیگه نیاز به سند وجود نداره که ما بگیم آقا کسانی که از سفارت امریکا رفتن بیرون بچه هاشون کجان، حساب های بانکیشون کجان، همه امریکاست، همه اینجاست، کنار ماست. در نتیجه اینها این آماری که میدن یه جوری کد دادنه، وگرنه اسرائیل توسط کسانی که هرگز با نظام نبودن و توسط کسانی که از نظام فاصله گرفتن به اهدافش نزدیکتر از اونی که شما فکر بکنید. یه وقتی میبینید جناب آقای خامنه ای همینجور که میذاره اون زغاله رو اون بالا اتفاقی میفته. اصلا انقدر اینا به اهدافشون نزدیکن که باور کردنی نیست. حالا شما میگید لیست منفجر شده، یه چیزایی هم مثلا چیزی هم که ما میشنویم و به گوشمون میخوره نشون میده که چقدر اینا عمیقن. درسته. آقای مهتوی، در مورد صحبتی که آمریکا با اسرائیل داشته که یه سری اهداف رو نزن، جزو این لیست هم بیت رهبری عنوان شده، هم بحث نیروگاه هسته‌ای، چه دلیل میتونه آمریکا، چه ربطی داره؟ چرا نباید استقبال بکنه از اینکه مراکز هسته‌ای بخوره؟ چرا نباید استقبال بکنه از اینکه بیت رهبری بخوره؟ میشه به صورت جداگانه در موردش توضیح بدید؟ اول اصلا بفهمید چرا باید آمریکا که اینقدر الان خودش مشکل داره سر بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی، باید نگران باشه از اینکه اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیره؟ امریکا چند جا رو گفتن به اصطلاح پیشنهاد کرده که اگر نزنی پاداش میگیری. دقیقا شما درست میگید. یکی مراکز نفتی است. خب شما ببینید اخیرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس، من دارم
به اصطلاح دنبال مطلبش میگردم. بحث نفتی رو شورای... اعضای نفتی خیلی در موردش صحبت شده، تقریبا میتونم بگم همه رسانه هم نوشتن. بیشتر سوال من از شما همونطور که مشخص و واضح پرسیدم بخش هسته‌ای، در مورد بخش هسته‌ای چرا آمریکا مخالفت میکنه که مرکز هسته جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیره؟ برای اینکه اصولا شما آخر و دوا رو آخر استفاده میکنی، شیمی درمانی اون دیگه آخر خطه. اولا یه توضیح بدم، مراکز هسته‌ای ایران که نام میبریم ازش، مردم نباید نگران باشن. راکتور هسته فعالی که وجود نداره که مثلا چرنوبیل تکرار بشه. خب یه جایی هست، یه ذخایری هست، ولی احتمال اینکه اون مثلا در اون حد اتفاق بیفته اولا نیست، دوم اینکه امریکا متوجه هست که آخر دوا رو اول استفاده نکنه. اما این رو من میگم اینجا در برای ثبت در تاریخ، جمهوری اسلامی یکی از مأموریتاش اینه که بمب هسته‌ای داشته باشه. زمانی که جمهوری اسلامی اعلام بکنه بمب هسته‌ای داشته باشه، مأموریتش تموم میشه و میره. برای همینه که اینا 40 سال دارن بازی میکنن، کلاهای هسته‌ای خریدن دارن، ولی هرگز و هرگز اینا اظهار نخواهند کرد که داریم، برای اینکه میدونن روزی که بگن داریم تمام و امریکا نمیخواد این اتفاق بیفته، فکر میکنه الان وقتش نیست. بیت رهبری هم اینا میدونن که الان زدن خامنه‌ای چیزی رو حل نمیکنه، وگرنه قبلا هم ترامپ هم گفته، به خاطرتون میاد گفته بود یکی چیز تاریخی داره، کاخ مرمر رو داشت میگفت، مشکلی رو حل نمیکنه زدن خامنه‌ای الان. تمام به نظر من عناصر اطلاعاتی دنبال گذر کم خطرتر از جمهوری اسلامی هستند. خود جمهوری اسلامی هم میدونه. آقای مطلبی، زدن بیت خامنه ای یا زدن خامنه ای خودش میتونه یه پارادوکسی داخل ایجاد کنه، میتونه باعث بشه حداقل این هسته های قدرت با هم دیگه درگیر بشن سر جانشینی، موقعیت بهتری واسه مردم فراهم بشه، مخصوصا اگر زدن بیت خامنه ای همزمان مثلا با زدن یکی دیگه از بخش های این لیست مثلا مثل اهداف نظامی یا ترور فرماندهای نظامی باشه. در کنار هم اینا میتونه خیلی کمک کنه که مردم به کف خیابون بیان. بله، اما میتونیم بگیم آمریکا دوست نداره که الان تغییر رژیم انجام بشه تا انتخابات بگذره؟ حداقل آمریکا میدونه که اونهایی که به اصطلاح جلوگیری باید بکنن از خلأ قدرت دارن آماده میشن و هنوز 100% آماده نیستن، برای اینکه عناصر دلسوز و دستپاک در داخل سیستم هستن، سازمان دارن، آمادن کنترل رو بگیرن در دستشون که خلأ قدرت اتفاق نیفته، اما اونها دارن چمدوناشون رو میبندن. ولی امریکا هم دقیقا فکر میکنه الان وقتش نیست. اولا انتخابات امریکا یادتون باشه مسئله مهمیست، اینها سعی دارن. دومی که برای همینه که ایران نمیذاره اسکلیت بکنه، موشک میندازه اما از دماغ یه نفر خون نمیاد. نکته سوم، ببینید اون باور باید از بین بره که رفته بخش عمدش. هنیه رو کی زدن اینها؟ دو تا پسرای هنیه توی غزه بودن، شاخ هم بودن برای خودشون. اول بالوپر یارو رو زدن، هشپا رو رول بکش کردن، اول پسراش رو زدن بعد خودشو توسط عواملشون تو ایران حذف کردن. برای همینه که اسرائیل میگه آقا اگر از دماغ یه اسرائیل خون بیاد نمیگه میام خودتو میزنیم، میگه کیو میزنیم؟ مشتبه رو میزنیم، مشتبه که شاخه، کسی در داخل دیگه نیست. زمانی باید خامنه حذف بشه که این باور به طور کامل فرو ریخته باشه و این آدمایی که در واقع تشکلهایی که وجود دارن و آماده جایگزینی هستند آماده باشن
برای برقرار در مورد خلای قدرت، در مورد خلای قدرت صحبت کردید مهدوی. ما خب شاهزاده رضا پهلوی مرتب در مورد دوران گذار و غیره صحبت کردند که اگر این موقع خلای قدرت پیش بیاد میتونن مسئولیت این مسئله رو بر عهده بگیرن، ولی فکر کنم منظور شما اینه که بلافاصله این جایگزینی قابل انجام نیست. یعنی مثلا اگر ظرف دو سه روز آینده، من مثال دارم یا فرض محال که محال نیست، اتفاق خاصی بیفته، این امکان وجود نداره که مثلا از خارج از کشور مدیریت میدانی انجام بشه، یا مثلا در اون شرایط اصلا از لحاظ امنیتی هم خیلی درست نیست شاید که شاهزاده رضا پهلوی بخوان با اولین پرواز خودشون رو به ایران برسونن. بعد اگه برسن مثلا کجا باید برن، چجوری میتونن ارتباط برقرار کنن با سازمان ها و اداراتی که الان هستن؟ در مورد اینم اگه میتونید یه توضیح بفرمایید ممنون میشم. اینکه عرض میکنم جلو خلای قدرت رخ نمیده با اتکا به این است که نیروهای در داخلن، اونجا هستن، بسیاری از اونا توی سیستمن، چه تو دستگاه اطلاعاتی، چه تو دستگاه نظامی، چه تو دستگاه اجرایی هست، اصلا کسی احتیاج نیست از بیرون بره، اونا هستن اونجا. سال 57 دیگه تکرار نمیشه، تغییرات متکی به نیروهای داخلی است، اصل و ریشش نیروهای داخلی، نیروهایی که در داخل هستن، عرض میکنم سازمان دارن، برنامه دارن، ارتباط دارن، انسجام دارن. اگر الان هم اتفاقی بیفته ظرف چند ساعت همه چی رو میتونن در اختیار بگیرن. اصلا جای نگرانی اینا با اصلاح طلبان که ربطی ندارن، اینا براندازن دیگه. این نیروهایی که شما میفرمایید نیروهای برانداز ضد خامنه ای و ضد جمهوری اسلامی هستن؟ اینا کسانی هستن که هم از اندیشه عبور کردن هم از اجرا، اصلا مناصر نفوذی نیستن. اصلاح طلبا همشون نفوذی هم، همشون بلا استثناء از صد تا زل. ما میتونیم برای تک تکشون بحث بکنیم با اسم و رسم. اصلا کسایی هستن که اصلاح طلب و اصولگرا نقشی در اونها نداره، سالهای سال اینا رنج کشیدن، سختی کشیدن، تونستن سلامتشون رو حفظ بکنن برای امروز. بسیار هم عالی. بعد اینا الان ارتباط دارن با مثلا شاهزاده رضا پهلوی که اگر زمانی بشه بتونن شرایط مهیا بکنن برای اومدن ایشون به عنوان حالا یکی از گزینه‌هایی که خب خیلی پایگاه دارن در بین مردم در داخل کشور؟ ارتباط دارن. خبر دارید که ارتباطی دارن؟ به طور مشخص در جواب سوال شما نمیتونم بله یا نه بگم، ولی تشکیلات هست، ارتباط هست و اینها به طور فعال و روزانه همه چیز داره آپدیت میشه در رابطه با داخل. منظورتون این هستش که هستن افرادی در داخل سیستم، من یه مقدار تمیزتر بگم، که تو این مدت تونستن پاک بمونن و اعضای خود سیستم اینا رو قبول دارن؟ یعنی اگر اینا فردا از یه طریقی اعلام بشه که مثلا در فلان سازمان یا فلان اداره حرف آقای فلانی رو گوش بدید مثلا تا وزیر جدید مشخص شه و غیره، اینا میتونن به فعالیتشون ادامه بدن؟ این کشور تعطیل نمیشه، فردا راهنمای رانندگی سر پستش میره وای میسته، چه میدونم اون کارمند بانک میره سر بانک، آموزش پرورشی و معلم‌ها میرن که مدارس تعطیل نشه. تو هر ارگان و سازمانی افراد اینچنینی که مورد به حال تایید خود اون سیستم باشند، یعنی خود سیستم مردمی اونجا رو دارم میگم، نه باز هم اون مدیرای آلوده و غیره، همچین چیزی من میفهمید شناسایی شده و اینا با هم دیگه در ارتباطن و اگر یه زمانی این اتفاق بیفته اینا میتونن خودشون رو حفظ کنن تا موقعی که حالا دوران گذار و غیره به وجود بیاد، درسته؟ 100% همینه که شما میگید. ببینید ما فراموش نکنید اون کشور همیشه در طول تاریخ پر بوده از انسانهای سالم. ما قدیما که به اصطلاح یه مقدار به این باورها باورمون بیشتر بود، میخواستیم بگیم فلانی آدم خوبیه، میگفتیم آقا فلانی تو فلان دستگاه اگر بره همه پشت سرش نماز میخونن، یعنی آدم موجهیه. خب اینها که من عرض میکنم آدمهایی هستن که اگه بخوام اون مثالو بزنم تو هر دستگاهی وایسن اعضای اون دستگاه، اولا آدمایی که اهلیت دارن، یعنی در فلان وزارت خونه یارو تو اون وزارت خونه بوده، کار کرده، میشناسنش، سلامتش مغرضه، پس اگه بره جلو وایسه گوش میکنن به حرفش. تردید نکنید که این تشکیلات وجود داره.
و سخت‌ترین کار این بوده که سالها بتونه این تشکیلات مخفی بمونه از به اصطلاح صدمه دیدن. و شما ببینید اگر قرار بود نفوذ جمهوری اسلامی که همه جور دونه میپاشه کار میکرد تو این تشکیلات، این تشکیلات لو رفته بود، حالا وجود نداشت. هرچند جمهوری اسلامی سعی کرده هر جا آدم داشته باشه، شما نگاه بکنید یه دفعه میبینید در زمانی که یک فرصت تاریخی برای مردم داره پیش میاد که رژیم ضعیف بشه، رژیم در جای قرار بگیره که ازش میترسید، چون رژیم وحشتش این بود که بیرون درگیر بشه، مردم بیان کف خیابون. ممکنه این فرصت فراهم بشه الان. در این شرایط شما میبینید 80 سازمان نامه میدن که آقا نکنید، حمله نکنید، رژیم رو ضعیف نکنید. فلان خواننده که قدیما میگفتن که آقا اگه کسی به اصطلاح مواد صنعتی بزنه روی مغزش اثر میذاره، یک آهنگ تاثیرگذار نخونده در طول این 45 سال. این همه زنان و دختران اون مملکت رو بردن تجاوز کردن، بعد یه دفعه میاد میگه که آقا در کوله پشتیش که آزادی نیست. کی گفت کسی قراره تو کوله پشتیش آزادی بیاره؟ چرا بد میفهمید؟ آزادی رو مردم با قدوم مبارک کف خیابون به خودشون هدیه میکنن. هیچ کسی از هیچ جا قرار نیست آزادی برای مردم هدیه بیاره، نه سرباز در کوله پشتیش، نه کسی دیگه تو جیبش، نه تو کیف سامسونیتش. آزادی چیزی است که مردم خودشون باید به خودشون هدیه بدن با قدوم مبارکشون کف خیابون. بسیار عالی. من فکر کنم کلام آخرتون هم این لابلا گفتید، ولی باز اگر پیامی به عنوان پیام آخر حداقل دارید بفرمایید. خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. مردم عزیز ایران، این رو در واقع میخوام عرض کنم، شما آماده باشید با یک چشم باز بخوابید، یک کفش دم در داشته باشید که در روز موعود آماده باشید. گفتمان غالب اون جامعه باید گفتمان گذار بشه. به شعارها و این حرفا هم اصلا اهمیت ندین. شما ببینید این حماسی که میگفت آی ما میبندین، خامنه‌ای اومد گفت هفته اکتبر تاریخ دوباره تکرار میشود. امروز یحیی سنوار داره گریه میکنه که بتونه خارج بشه از اون نوار. امروز آقای عراقچی داره گدایی میکنه از اسدی که خامنه ای ازش عصبانیه. حالا فرصت نشد صحبت بکنیم، شاید در فرصت های دیگه. داره التماس میکنه برای آتش بس، نفس نمیتونن دیگه بکشن. در داخل هم همینه وضعیتشون. قانی رو دیدیم، سایرین رو خواهد دید، تو دولت خواهید دید. روزی اسناد رو خواهد شد تا شما مردم بدونید که نفوذ و خیانت این عناصر تا کجا پیش رفته. آزادی عنصری است که حق شماست و شما خودتون به خودتون هدیه خواهید کرد. هیچ کسی مسلما برای هیچ کسی آزادی و استقلال برمقام نخواهد آورد. بسیارم عالی. ممنونم از اینکه آقای مهتوی دعوت منو پذیرفتید، به روایت نو اومدید. اما دوستان همراهان عزیز، روایت نو دیگری بود که با هم دیدیم. داره اتفاقات به بخش هیجان انگیز خودش میرسه و هرچی جلوتر میریم، حالا توهم یا واقعیت، بوی خوشه نسیم آزادی بیشتر به مشاممون میرسه. همونطور که در برنامه هم صحبت شد، آقای مهتوی هم گفتن، مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که آماده باشیم برای اون زمانی که زنگ بیداری همگانی میخوره، بتونیم در کنار بقیه شهروندان و هموطنان عزیزمون در کف خیابان کشور خودمون رو از این جنایتکاران پس بگیریم، بلکه بتونیم آستینامون رو بزنیم با هم، همه با سرعت هرچه تمامتر تمام ویرانی ها رو از بین ببریم و آبادانی دوباره رو به کشور عزیزمون ایران برگردونیم. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.